بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان همراهان خوبه برنامه خوب برنامه دریچه دانایی شاگردای خوب صنف هفتم سلام وقتتان بخیر امیدوار که حال همه شما عزیزان خوب باشه و در پناه خداوند بزرگ و مهربان روزگار به خوبی و خوشی سپری کنیم درس گذشته تانا ایشالله که خاندین آفرین به شما شاگردای خوب خب ما و شما به جلسه هفته هم از بیولوژی سنف هفت رسیدیم. ابتدا یک ارزیابی از درس گذشته داشته باشیم و بعد انشالله امروز مبحث تکسر غیر جنسی در نباتات با یکدیگر به پایان برسانیم. خب شاگردای خوب سنف هفتم سوالاتی که امروز برای شما انتخاب کردیم از نوع سوالات جای خالی هست این سوالات هم نیاز به دقت زیادی داره چرا که با یک جمله فقط نکته مهم یا پاسخ یا جوابی که ما و شما میدیم مربوط به یک جای خالی میشه که او جای خالی رو ما در ذهن خودمون با او پاسخی که میگیم پر میکنیم و بعد میبینیم که هایا این جمله ما و شما درست میشه یا نمیشه خب سوال اول در ساختار گل کامل کاسبرگ همان جای خالی است خب در جلسه گذشته ما به شما گفتم که کاسبرگ یک نام علمی داره اون نام علمی چی نام داره؟ آفرین نام علمی کاسبرگ سیپل است پس کلمه سیپل در جای خالی نوشته میشه و این جمله به این صورت خوانده میشه در ساختار گل کامل کاسبرگ همان سیپل است سوال دوم گلبرگ یا جای خالی در جذب حشرات گردافشان افشان موثر است باز هم برای شما نام علمی گلبرگ سوال شده خب یادتان میاد گلبرگ نام علمیش چی بود آفرین به او شاگردایی که گفتن پیتل گلبرگ یا پیتل گفتیم در جلسه قبل که رنگ های متنوعی داره و این رنگ های متنوع به خاطر جذب حشرات گرد افشان است پس در جای خالی سوال دوم کلمه پیتل قرار می گیره. سوال سوم زمانی که تخمه تبدیل به تخم می شود جای خالی نیز به میوه تبدیل می خب سه تا کلمه کلیدی در این سوال وجود داره که ما و شما را به جواب میرسانم. یکی که تخمه تبدیل به تخم میشه. خب پس اینجا لقاه صورت گرفته و زایگوت شکل گرفته. خب بعد از شکل گیری زایگوت یا تخم چه قسمتی از یک نبات به میوه تبدیل میشد؟ آفرین به شاگردایی که گفتن تخمدان. این تخمدان هست که تمایز پیدا میکنه و به میوه تبدیل میشه پس در سوال سوم در جای خالی تخمدان نوشته میشه سوال چهارم انتقال دانه گرده از یک گل به مادگی گل دیگر را گرده افشانی جای خالی میگه در این سوال انواع گرد افشانی ها را شما باید در ذهن خودتان بیارید و اونجا ما داشتیم گرد افشانی خود به خودی گرد افشانی متقابل و گرد افشانی مصنوعی ممکن است شما بین گرد افشانی خود به خودی و متقابل شک کنید بازم ما جلسه گذشته گفتیم اگر دانه گرده یک گل بر روی کلاله همان گل قرار بگیره او گرده افشانی خود به خودیه اما در اینجا گفته دانه گرده از یک گل به مادگی گل دیگر پس این جواب ما و شما میشه گردافشانی متقابل سوال بعدی ابتدای سوال نقطه چین آمده یعنی در ابتدا ما باید یک کلمه ای را اونجا قرار بدیم تا این جمله درست شوه نوعی عامل گردافشان غیر زنده است خب در کتاب فقط به یک نوع عامل گرد غیر زنده اشاره کرده به نام باد زمانی که ما در جای خالی باد قرار بدیم به یک جمله صحیح میرسیم باد نوعی عامل گرد افشان غیر زنده است خب سوال بعدی که سوال آخر ما و شما هست در ابتدا با آوردن کلمه واف دو جای خالی شده یعنی دو پاسخ یا جوابی که ما در اینجا نوشته کنیم باید به یکدیگر ارتباط داشته باشد جای خالی و جای خالی ناقلین زنده در گرد افشانی است خب در مابین ناقلین زنده در کتاب به زنبور و پروانه یا شاپرک اشاره شده خب در جلسه گذشته غیر از زنبور و شاپرک به مگس هم یا پشه اشاره شده به خفاش به عنوان شاپرک های چرمی که من ایره در جلسه گذشته فراموش کردم برای شما بگم شاپرک چرمی همون خفاش ها میگه در این خفاش ها هم علاقه داره به ای که روی گله های با رنگ رنگارنگ و رنگ های شاد بشینه که عمل گردفشانی اونها هم تاثیر داره خب شاگردای خوب درس امروز ما و شما در رابطه با تکسر غیر جنسی در نباتات است. این تکسر غیر جنسی در نباتات در سنف هفت، در سنف هشت هم در سال بعد باز شما میخوانید که اونجی یک نوع دیگه ایش هم اضافه میشه و کاملتر میشه. اما ما چند نوع تکسر جنسی در نباتات داریم. انواع تکسر غیر جنسی یک قلم زدن خب زمانی که ما و شما یک نباد از روش قلم زدن تکثیر میدیم این دیگه همون نباد به تنهایی خودشه و قسمتی از ساختار خود نبات استفاده میکنیم به همین دلیل یک نوع تکثر غیر جنسی است از بخش ساقه یا برگ یک نبات استفاده میشه که این ساقه یا برگ و داخل آب یا خاک مرتوب قرار میگیره و زمانی که قلمه ما و شما ریشه زایی را انجام داد یعنی ریشه به وجود آورد بعد از اون ما میتونیم در دا داخل گلدان یا باخشه او را منتقل کنیم و بکاریم به اصطلاح او را در دا داخل خاک قرار بدیم روش دوم تکسر غیر جنسی به نام پیوند زدن هست خب فرقی بین پیون زدن و قلم زدن در این که در خود قلم زدن یک نبات نیاز هست اما در این روش دو نبات خب مثلا از دو درخت اما از یک ناو باید باشه دو درخت تود داریم یکی تود سفید و یکی تود سیاه داره خب ما میتونیم از یکی از این درختها به عنوان پیوند استفاده بکنیم یک شاخه رو جدا بکنیم این شاخه از محل اتصال خود جدا میشه و به یک درخت دیگه از همان نوع که او هم این شاخهش شا جدا کرده این را جابجا کنیم به عبارتی پیوند بزنیم خب زمانی که شاخه جدید به پایه اولیه قرار میگیره و بسته میشه همزمان با رشد گیاه یا نبات پایه این شاخه کم کم انساجش و یک دیگر تقسیمات حجروی را انجام میده و متصل میشه به طوری که بعد از گذشت چند ماه ما میتونیم این قسمت اتصال باز کنیم و این شاخه به این پایه اولیه پیوند میخوره و زمانی که میوه میده یک درخت نصف یا یک مقدارش میوه اول میده و نصفش میوه دوم میده حالا اگه درخت توت باشه این پیوند نصفش درخت توت ما توت سفید میده و نصفش هم توت سیاه هم میده خب اینها روش متداول و مرسوم آمیانه هست که مردم بدون ای که از نظر علمی اینها را خوانده باشه بر اساس تجربه ای کاره انجام میدن تکسر غیر جنسی دیگه این نباتات جوان زدن هست جوان زدن بیشتر در کشت و تکثیر و تولید کچالو یا سیب زمینی استفاده میشه در این قسمت از جوانه یک از جوانه نبات استفاده میشه خب این نبات ما و شما در شرایط مناسبی که برای رشد نیاز داره قرار میگیره ممکنه از یک ناحیه ممکنه از چند ناحیه جوانه بزنه خب ما برای که بیایم این نبات تکثیر بدیم فقط به تنهایی او جوانه را نباید جدا کنیم چرا که او جوانه برای رشد کردن از خود همو کچالو یا از انساج خود کچالو به عنوان مواد غذایی اولیه استفاده میکنه به خاطر ای که هنوز ریشه تولید نشده پس در روش جوانه زدن مقداری از انساج این نبات هم همراه جوانه جدا میشه و به زیر خاک قرار میگیره آب داده میشه و زمان لازم طی میشه و این جوانه ها سر از خاک در میاره و رشد میکنن و نباتات جدیدی را به وجود میارن این سه روش تکسر غیر جنسی در نباتات بود شاگردای خوب همونطور که میدانید 85 درصد هموطنای ما و شما در کشور عزیز ما افغانستان کشاورز هستند و زراعت دارند خب بیشترین محصولات و در واقع آیدات کشور ما و شما هم محصولات زراعی هست حالا این نباتات تخمدار که در جلسات گذشته در رابطه با تکسر اونها و ساختار گل و میوه آشنا شدیم اهمیت زیادی در کشور ما و شما داره اما این اهمیت به خاطر چند موضوع هست اولین مورد این است که این نباتات تخمدار در تولید اکسیژن نقش بسیار مهم میره داره این اکسیژن های تولید شده از این نباتات سبب پاک شدن هوا میشه و در واقع این به یک زندگی یا یک محیط زیست سالم و مناسب کمک زیادی را میکنه از اهمیت دیگه این نباتات تخمدار در کشور ما و شما این است که مثلا زنبورها برای ما و شما اصل تولید میکنند و بسیاری از نباتات شیره تولید میکنند خب این اصل و شیره ای نباتات جمع آوری میشه و به عنوان مواد غذایی یا به عنوان مواد دارویی مورد استفاده قرار میگیره کشور ما و شما مناطق کوهستانی زیادی را داره که شرایط مناسب برای زندگی زنبورها هست خب امروز هم مردم ما و شما از نظر علمی هم پیشرفت کردند کندوهای مختلف زنبور را در نواحی مختلف جابجا جا, جا می کنند و به حرفه زنبورداری روی میارند و اصله های طبیعی زیادی را هم برداشت می و به بازار عرضه می کنند که می توانیم بگیم ارزش اقتصادی هم دارد خب ادامه حیات جانداران هم به نواتات بستگی دارد بسیاری از کشاورزای ما و شما برای که کشاورزیشان رونق بگیرن در کنار کشاورزی از حیوانات و دامهایی نظیر گاو و گوسفند و چهارپایانی نظیر اولاغ و اسب هم استفاده می کنن که همه این حیوانات نیاز به نباتات یا علف دارند که این علف های موجود در طبیعت یک ماده غذایی برای این موجودات به حساب می آید و حیات و زندگی اونا به این نباتات بستگی داره میدانید دانید دیگر در تمام زنجیره‌های غذایی در حلقه اولش ما تولید کنندگان داریم که مهمترین تولید کنندگان نباتات هستند که این نباتات باز جانداران گیاهخوار یا علفخوار استفاده می کنند و ما از گوشت پوست و یا شیر اونا استفاده می کنیم خب استفاده دیگه ای که نباتات برای ما و شما داره علاوه بر این که ما در غذا از اونها استفاده می در صنعت پوشاک هم کاربرد زیادی را داره پنبه دانه مثلا محصولات نباتی یا گیاهی هستند یا کتان اینها چیزهایی هستند پارچه هایی هستند که منشه و در واقع از منابع گیاهی یا نباتی تهیه میشن خب یکی دیگر از مهمترین اهمیت نباتات تخمدار سوختهای فسیلی هست خب سوخت های فسیلی نمونه بسیار بارز او در کشور ما و شما زغال سنگ است که در گذشته های بسیار بسیار دور از بقایای گیاهان و درختان و نباتاتی هست که توسط سیلاب ها جابجا جا میشن بر روی یکدیگر در رسوبات قرار میگیرن فشرده میشن سخت میشن و تشکیل زغال سنگ ها را میدن که ای زغال سنگ ها در چرخاندن چرخه های اقتصادی تمام کشورهای دنیا اهمیت بسیار زیادی را دارد که خوشبختانه کشور ما و شما از نظر زغال سنگ بسیار بسیار غنی هست انشاءالله که شرایط استخراج شرایط تصویه و پالایش این سوخت های فسیلی فراهم شود و چرخ های صنعت کشور ما و شما به گردش در بیاید. نباتات تخمدار در افغانستان چند نمونه اشاره ایش میشه اولین موردش قلجات است مهمترین نباتات رایج در افغانستان قلجات هست که نقش اصلی را در سفره های یا دسترخوان های غذایی ما و شما هم داره خب قلجات ویژگی های مهمی که داره به خاطر نشایسته فراوان و پروتئینی هست که در خود جای میدن خب میدانید دیگه نشایسته تولید انرژی میکنه در بدن ما و شما موادی نظیر گندم برنج جواری و جو جز رایشترین قلات هستند که بخش اصلی غذای ما و شما را تهیه میکنه ماده غذایی دیگر یا نبات پر اهمیت دیگر در کشور ما و شما حبوبات یا پلیباب است خب این حبوبات یا پولیباب قدیمی ترین نبات است شاگردان خوب دقت داشته باشید اگر در امتحانات یا سا، یا سوالات جای خالی یا چهار یا صحیح و غلط قدیمی ترین نبات سوال کنم ما و شما حبوبات نام میگیریم اما اگر مهمترین سوال کنم ما و شما قلجات نام میگیریم پس مهمترین قله هست اما قدیمی ترین حبوبات ها. خب حبوبات برای ما و شما منبع اصلی پروتئین و در کنار پروتئین بعضی از این حبوبات شهم هم دارن چربی و روغن هم در اونا وجود داره خب از حبوبات رایج در کشور ما و شما نخود لوبیا باقلی و مشونگ میتونیم نام بگیریم که حتما در رژیم غذایی و یا در وعده های غذایی ما و شما از اینا استفاده میشه خب گذشته از نباتاتی که ارزش تغذیه و غذایی برای ما و شما داره یک سری نباتاتی تحت عنوان نباتات صنعتی هم وجود داره که در دا کشور ما و شما الحمدلله به فراوانی دیده میشه خب این نباتات را اینجا باز با یک دیگر نام میگیریم و آشنا میشیم در تولید قند از لبلبو و نیشکر استفاده میشه پس لبلبو و نیشکر جزء نباتات صنعتی هم به حساب می آید چرا که هم خودشان مستقیم لب لبو به عنوان غذایی مستقیم مورد استفاده قرار می گیرد هم در صنعت تبدیل به قند و شکر می شه. خب پنبه به عنوان منسوجات صنعتی ما و شما می شناسیم چرا که برای تهیه پارچه ها از اونا استفاده می شود دیگر نباتاتی هست که شهم و روغن تولید می کنند مانند شرشم، زیتون، چهار مغز و قیره که این نباتات برای ما و شما علاوه بر اینکه از نظر غذایی شامل ویتامین ها و مینرال ها و اینا هستند از نظر اقتصادی هم ارزش دارند روغن هایی را که اینا در روش های سنتی تولید می شه و به بازار عرضه می شه. و آخرین مورد تهیه میوه های خشک است میوه های خشک افغانستان جز بهترین میوه های خشک جهان هست مخصوصا کشمش یا مویز و چارمغز و بادام و مغزیجات خشک کشور ما و شما که به کشورهای همسایه هم صادر میشه خب گذشته از میوه های خشک ما میوهجات و سبزیجات تازه را هم می‌بینیم که از تنوع بسیار زیادی در کشور ما و شما برخوردارند میوه کلا تمام میوه ها یا پروتئین دارند یا شهم دارند اما قند فراوانی دارن اکثر میوه ها طعم شیرینی داره. این شیرینی به خاطر کربوهیدرات ها یا قند اونها است در کنار این قندی که داره بعضی از اونها پروتئین هم داره و بعضی ها شهم هم دارن خب ما نباتات خاندان ستروس یا همون مرکبات در افغانستان میبینیم که اینها هم به شکل های متنوع و فراوان وجود داره میوه های دیگه که بیشتر در کشور ما و شما ارزش صادراتی و صنعتی داره نظیر انجیر چه انجیر تازه و چه انجیری که خشک میشه و به عنوان میوه خشک در بازار عرضه میشه انگور را داریم که هم به صورت میوه تازه و هم به صورت کشمش یا مویز صادر میشه انار را داریم که مثلا انار قندهار از معروفترین و بسیار خوشمزه ترین انارهای دنیا هست و توت را داریم که هم به عنوان میوه تازه و هم به عنوان میوه خشک مورد استفاده قرار می گیره. غیر از نباتات صنعتی ما نباتات طبی را هم در کشور خودمان بسیار بسیار فراوان داریم. خب بسیاری از منابع نباتات طبی در افغانستان هنوز دست نخورده باقی است. به همین خاطر هست که به عنوان یک سرمایه بسیار خوبی میشه مورد استفاده قرار بگیره از نباتاتی مانند گل ختمی، خاکشیر و بادیان به عنوان نمونه ما برای شما مثال آوردیم که بسیار زیاد مورد استفاده واقع میشه خب شاگردای خوب امیدوارم که از درس امروز خوشتان آمده باشه و چیزهای زیادی را یاد گرفته باشید و فراموش نکنید که ما و شما در یک کشوری داری زندگی می که سرشار از منابع غذایی و سرشار از معدنها و زخایر و نعمتهای الهی است. خب همه شما عزیزان تا جلسه بعدی به خدای بزرگ و مهربان می سپارم درستان فراموش نکنید خدایا رو نگهدار شما